زمین و زمان بیدار می گردد. روشنایی در سمای بزرگ هویدا می شود. گرمی قلب ها اندر هوای خانه و سردی کوچه در روزنه های ما قطره های را تولید می سازد. خلاص صبح می دمد و تنها همین صبح برای ما و شما امکان می دهد که بازم به دیدار هم برسیم. بله بینندگان عزیز، باز هم به دیدار هم رسیدیم در این صبح زیبای وطن. اینک آهسته آهسته در کشور بهشت‌آسای ما جای فصل سرما را فصل گلگل شکوفایی طبیعت، زنده‌شوی تمام عالم وحوش یعنی فصل بهار جایگزین می شود. میگویند موسیقی زبانی بین المللی است که به ترجمه نیاز ندارد. سرود و موسیقی باشد، بغض را از قلب های ما و شما بیرون ساخته، خرسندی را اندر لبان و در قلب های ما و شما جاری می نماید. و واقعا هم گوش کردن سرود و موسیقی ها در صبحگاهان طبع ما و شما را بالیده خواهد ساخت. از این رو بیننده عزیز، عین زمان با هم یک سرود را گوش میکنیم و سپس بازم برمیگردیم یک جای برنامه را در استودیو برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه میدیم. خدا را شکر گویم هر شب و روز که داره
برای پیشواز گرفتن یک صبح پرصفا و غیر از تماشای برنامه صبحگاهی صفای سحر و نوشیدن قهوه، باز چی میتواند برای ما ذوق خوب ببخشد؟ البته این استعمال نمودنی صبحانه میباشد. واقعا هم نهاره برای انسان قوه و نیروی نو میبخشد، چون که هنگامی که پگاهی انسان نهاره استعمال مینماید، در تمام روز نیرو و قوه بیشتر احساس مینماید که باعث موفقیت و کامیابی های او در تمام روز شده میتواند. بانوان عزیز، زیاد فکر نکنید که برای اهل آیله در صبحگاهان چی تمام آماده نماید. تنها بخش صبحانه را تماشا نماید و اطمینان داریم که این بخش صحیفه نوبتی برنامه صبحگاهی صفای سحر گیره کشای مشکل شماست. صبحتان بخیر تماشابینان همیشگی تلویزیونی بهارستان. در ادامه برنامه صفای سحر ما تصمیم گرفتیم تا به شما طرز آماده سازی چنین صبحانه را نشان دهیم. کارو شروع میکنیم. 4 تا کارتوشکای پوستش قبلا جدا شده را گرفته آن را از تروشک میگذرانیم. روی آن کمی نمک را اضافه کرده درون توبه روغن را میریزیم. کارتوشکا رو با مدت 10 دقیقه روی آتش سرخ میکنیم. دو تا تخم رو شکسته با آن کمی مرچ و نمک رو اندخته آن رو لات میزنیم. تخم لات زده شده رو روی کارتوشکا ریخته بالایش رو میپوشونیم. برای باز هم بالازد گردیدنی صبحانه با آن پیازی سبز رو اضافه میکنیم. پس از پخته شدن آن را به قسمت ها جدا می نماییم. صبحانه ما آماده گشت. بای شهایتان بسیار هستند انسان هایی که طبیعتاً آنها ذهنی خوب و خاطره قوی دارند. ولی به هر حال هر یک انسان می تواند که بالای خود کار کند و البته ذهن خیش را قوی و مستحکم گرداند و برای این عامل های زیاده نیز وجود دارد. البته هر یک انسانی که می خواهد در زندگی موفق باشد، پیش از همه باید صفت ذهن خود را معین نموده باشد، تا اینکه در کدام کاری که به اون دست زده باشد همیشه موفقیت رو به دست آورد. از این رو صحیفه نوبتی برنامه محض برای شماست. خوب بیننده عزیز، صحیفه نوبتی برنامه که سنجش ذهنی نام دارد تماشا می نماییم و در کدام سطح بودن ذهنی خیش رو البته می سنجیم. سلام دوستان، در تست نوبتی ما معاین خواهیم کرد که تا چه اندازه شما خاطره قوی دارید. من به شما رسم های گوناگون رو نشان میدهم و شما باید کوشش کنید تا آنها را در خاطر گیرید. بعدن من آید به رسم ها به شما یک چند سوال میدهم. حتما شماره جواب های درست را در خاطر گیرید. در این بابت می توانید از انگشتان خود استفاده برید. در آخر برنامه شماره جواب های درست را حساب کرده خال های شما رو معاین میکنیم. شما آماده اید؟ پس بیاید آغاز میکنیم. بر رسم با دقت نگرید و کوشش کنید تا جزئیات های در آنجا بوده را به خوبی در خاطر گیرید. اکنون بر رسم دیگر نگرید. سراسیمه نشوید، شما به اندازه کافی وقت دارید. باز یک رسم دیگر با دقت می نگریم.
اکنون توجه میکنیم به رسم چهارم. به رسم نوبتی میگذاریم و کوشش میکنیم تا اون رو به اندازه کافی در خاطر گیریم. اکنون من آید به این رسم ها از شما یک چند سوال میپرسم. در روی میز چی استاده است؟ جوابی درست، در اونجا یک چراغی روی میزی استاده است. و در پشت تیریزه شب است یا روز؟ جوابی درست، در پشت تیریزه روز است. آیا در رسم تلویزیون چی طور گذاشته شده است؟ جوابی درست، تلویزیون به طرز چپه گذاشته شده است. با گفتی شما در اینجا تلویزیون هست یا نه؟ جوابی درست، نه، در آنجا تلویزیون نیست. میگذاریم بر رسم آخران، آیا در تقویم کدام رقم نشان داده شده است؟ جوابی درست، در تقویم رقم 15 نشان داده شده است. این لحظه باشد بیاید به حساب کردن جواب های درست میگذاریم و خال های به دست آورده شما رو معین میکنیم. نتیجه ها، اگر شما صاحبی 15 خال گردیدید، شما دارای خاطره حیرت انگیز هستید و دیگران به شما بسیار وقت حسودی میکنند. اگر شما صاحبی از 14 تا 11 خال گردیدید، شما دارای خاطره عالی هستید. شما به خوبی همه گونه نقش ها را به خاطر گرفته میتوانید و به آسانی آنها را به زبان آورده میتوانید. اگر شما دارای از 13 تا 8 خال گشتید، شما خاطره خوب دارید. شما به مشکلی همه چیزی را که میبینید به خاطر میگیرید. اگر شما صاحبی از 7 تا 5 خال گردیدید، متاسفم ولی شما باید جدیاً به انکشاف دهی ایمنی سری خود مشغول شوید. هیچگاه نگران نشوید. همه کار راهی حل خود را دارد. بینندگان عزیز، در اینجا بخش نوبتی برنامه ما به آخر میرسد. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید. کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. هنر چراغی روشن است که به زندگی انسانیت نور و صفای زیاد می بخشد. کسی که از کسب و هنر بهره‌مند باشد قلب نورانی و روحی قوی دارد. محض توسط هنر انسان روز تا روز کشفیات های نو و هنرهای جدید را احیا می گرداند و مشکلات های حیاتی خود را با این اصول برطرف می سازد. یکی از این گونه هنرهای زیبا و معروف این هنری قراغدوزی می باشد. قراغ و قراغدوزی هنری قدیمه تاجیکانه بوده خوشبختانه تا به زمان ما رسیده است. قراغدوزی از پاره های متا نقش آفریده شده با همدیگر پیوست کرده می شوند که در نتیجه نقش زیبای به وجود می آید. در زمان قدیم در خانواده ای که پسر تولد می شد برایش لباسی قراغی می دوختند. آنها چنین می پنداشتند که شخصی که این پیراهن را به بر می نماید در آینده شخصی برکمال و آبرومند می شود. این چنین در
پرتوی نوخونداران دسترخونی قروقی کرپا و کرپچه می دوختند که رمز خوشبختی نوخونداران به حساب می رفت. اینها بودن یک چند معلومات دایر به هنری قروق‌دوزی که پیشنهادی شما نمودیم. بخش های دیگری برنامه صفای سحر ادامه دارند. باری دیگر صحبتان بخیر. اگر امروز برای یک سنجش ما از انسان ها پرسان شویم که آیا شما حیات امروزه خود را بدون تکنیک و تکنولوژی ها تصور کرده می توانید، البته باوری کامل داریم که 90% آنها به ما جواب نه را می دهند. یعنی امروز تکنیک و تکنولوژی ها در زندگی ما به طور وسیع پهن شدند و برای آسانی کار ما از همه آنها به طور وسیع استفاده می نماییم. از این رو به سبب نیست که تمام مملکت های پیشرفته دنیا روز به روز کوشش میکنند که تمام تکنیکا و تکنولوژی حاضر زمان رو استحصال نمایند و برای آسان گردیدن کار هر روزه انسانیت آنها رو استفاده نمایند. مبل میتواند زیبا باشد، مبل میتواند براحت باشد، آن میتواند گران یا زمانوی باشد و اینچونین آن میتواند اقلیل باشد. این چیگونه مبل است و چیگونه شما میتواند با آن خونه خود را تغییر دهید؟ به همه این سوال ها ما با شما پاسخ خواهیم داد. سلام تماشابینانی عزیز، اینک بخش تکنولوژی نوین از پیشنهاد شما. ما برایتان درباره تجهیزات نو زمانوی معلومات میدهیم. جهاز برای آشخانه به اندازه خرد، آتشدان شفاف برای دو حجره و میزی عجیب موجود است که شما چنین نمودش را هیچگاه ندیده اید. D Table. Соли 1903 математики англис Генри Эрнест Дьюди нафамид аст ки чӣ тавр мураббаи комилро ба як секунҷаи баробарҷониба табдил додан мумкин аст. Секунҷаи баробарҷониба мураббаро ба чор шакли гуногун тақсим мекунад ва ин шаклҳоро метавон аз нав ташкил кард то ҷадвали секунҷаро ташкил диҳад ва ин формуларо тавассути омезиши математика ва барои сохтани миз аз ҷиҳати функсионалӣ мутобиқшаванда истифода мебарад. Миз як муаммои сеченакаи комилан функсионалӣ аст, ки метавонад ба шаклҳои гуногун табдил ёбад. Миз ё як қисми дохилии он дар назари аввал чунин менамояд, ки ихтироъ ягон вазифаи махсус надорад, аммо он ва қисмҳои дарунии он барои нигоҳ доштани чизҳои зиёде, ки шумо ҳамарӯза истифода мекунед, кофӣ аст. Попа-пе-до. Ин як ашёи хуби қулай аст, ки ба ҳайвонот имкон медиҳад, ки мустақилона аз хона берун раванд. Гарчанде ки сагҳо ҳайвоноти хонагӣ ҳисобида мешавад ва ай бекуча дар хона зиёд гашту гузор кардан наметавонад. Гурбаҳо низ чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар дилхоҳ ҷои сайру гашт карданро дӯст медорад. Барои роҳатии ҳайвоноти шумо гузоштани чунин даре, ки бо магнит васл карда мешавад, бениҳоят муфид хоҳад буд. Насб ва хориҷ кардани он хеле осон аст. Сурохи даромадгоҳ аз маводи мулоим сохта шудааст. Аз ин ро аз он гузаштан барои ҳайвоноти хонагӣ душвор нахоҳад буд. Ин дари ҳайвонҳо дар кушодани дарҳои слайд ҷойгир карда мешавад. Баландии он бо истифода аз қисмҳои иловагӣ танзим карда мешавад ва ба ҳамдигар пайваст карда мешавад. Баъзан вақт роҳи ҳалли беҳтарин барои шумо хеле ғайричашмдош аст. Шумо кати иловагӣ надоред? Пас ин ҷо як нави беҳтарини онро олимон пешниҳод мекунанд, ки метавонанд мушкили шуморо дар муддати кӯтоҳ ҳал кунад ва якчанд вазифаҳоро иҷро мекунад. این نوگونی نام گرفته از Slumber Table. Slumber Table، این میزی عجیب میتواند در یک وقت بکتی خواب تبدیل یابد. بله درست شنیدید، این میز نه تنها بلندی تنظیم شونده است و میتواند همچون میز برای آشخانه یا اتاق کاری استفاده شود. آن اینچونین بکتی خواب تبدیل مییابد. برای وسیع کردن میز و بکتی مهمانان تبدیل دادنی آن با شما تنها یک چند دقیقه و بولش های نرم و ملایم لازم میشود
که به مجموعه داخل می شوند. در باره مستحکمی و استواری این میبل نگران شدن لازم نیست. آن در همه گونه حالت ها استفاده می شود. بازودی چونی نمودی میبل یک چیزی معمولی می شود. ولی حالا هم آن شعوری بچگان را به هیجان می آورد. تماشابینان عزیز، با پیشنهاد این مطلب بخش تکنولوژی نوین به انجام میرسد. اگر بخش آماده کرده ما به شما پسند آمده باشد، پس ما نیز شاد هستیم. بخش های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد. با برنامه ما بمانید. صبحتون بخیر و شادی باشد دوستدارانی حیوانات و نباتات. امیدوارم با ما هستید و ما میخواهیم امروز آیدی ببری برفی به شما معلومات دهیم. ببری برفی یک شیرخوری کلونی درنده از آیله گربه های خانگی است که در کوههای آسیای مرکزی زندگی میکند. این یگانه نماینده موثری آیله گربه ها است که در اقلیم سرد زندگی میکند. ببری برفی بدنی باریک، دراز، چندیر، پای نسبتاً کوتاه، سری خرد و دومی خیلی دراز دارد. درازی آن به 200-230 سانتی متر و وزنش به 55 کیلوگرم میرسد. اساساً خوراکی این درنده بوزی کوهی سیبری است. اینچنین آهو، خوک وحشی، خرگوش، آهوی هیمالایی، گوسفند، آهوی سرخ و حتی دیگر خوینده ها داخل می شوند. ببری برفی را به کتاب سرخ جهان و اینچنین به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کردند. در تاجیکستان میدان جای زیستی این جانور 86 هزار کیلومتر مربع بوده و 70% درصد میدان آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر است. شکار ببری برفی در همه کشورهایی که در آن زندگی میکند منع کرده شده است. از سال 2013 اینجانب در 12 کشوری که ببری برفی زندگی میکند برنامه جهانی حفظ ببری برفی و اکوسیستم آن را قبول کردند. ما باید همه موجودات زنده‌ای که با کتاب سرخ در آورده شدند محافظت کنیم. دوستان عزیز، این بود معلومات اویدی درنده اویلای گربه ها، ببری برفی و دیگر بخش های برنامه صفای سحر ادامه دارد. هر یکی ما انسان ها نوابسته از فصل های سال و میوه‌جات و سبزوات دسترسی داریم و میوه از همه دوست داشته ما انسان ها به فکرم این سیب می باشد و تا حال من ندیدم شخصی را که گوید که من سیب را دوست نمی دارم. اینچنین از سیب می توانند انسان ها افشوره ها تیار نمایند، مربا تیار نمایند و هستند عطرهایی که محض بوی سیب را دارند. بله بینندگان عزیز، سیب یکی از میوه های سیر استعمال ترین در بین مردم به حساب می رود. این چونین طبق نظرسنجی طبیبان در ترکیب وی خیلی زیاد هستند ویتامین ها و ماده هایی که به بدن انسان فایده بخش می باشند. و این چونین ماده های در ترکیب سیب موجود هستند که کار معینه سر را تیز می کنند و این چونین قابلیت بینایی آدم را نیز تیز می گردانند. خوب بینندگان عزیز، در صفحه نوبتی برنامه ما با شما معلومات های زیاده را دایر به میوه سیب پیشنهاد می نمایم و اگر شما دوستداری سیب هستید از منفعت های زیادی این میوگی برخوردار کردید. مرحمت تماشا می کنید. دوستان
در این بخش ما به شما یکچند خصوصیت و پهلوهای شفابخشی میوه سیب را پیشنهاد می نماییم. سیب میوه با لذت و شهدبار بوده، اون رو تر و تازه و پخته استعمال می کنند. اینچنین در پخت و پز و تیار کردن نوشاکی همچون اشیای خام استفاده می برند. امروزها نوهای زیادی درخت سیب موجودند که در شرایط اقلیمی گوناگون می رویند. از روی وقتی پختن، نوهای تابستانه، تیرماهی و زمستانه جدا کرده می شوند. سیب دارای یک قطار ویتامین ها و میکرو المنت ها می باشد که ایمونیتت را بلند می بردارد و کار دل را بهتر می کند. سیب از ویتامین های C و B بای است و در ترکیب آنها مقدار کمی ویتامین A و ویتامین E نیز دیده می شود. سیب مقدار زیادی نخی حل شونده دارد. آن برای پست کردن سطح خولسترین بد در خون کمک می کند و بسته شدن رگ های خون را پیشگیری می نماید. غیر از این سیب دارای کلی می باشد. کلی در نوبت خود به آرام کردن رگ های خون مساعدت می کند و به این وسیله خطر فشار بلند خون و مشکلات گوناگون دل و رگ ها را کاهش می دهد. در صورت رعایت معیارهای توصیه شده، سیب برای سلامتی خطرناک نیست. شخصی سالم می تواند در یک روز یک یا دو سیب میانه استعمال نماید. باید گفت که کیسلاتی در سیب موجود بوده می تواند به حالت سیرداری دندان تاثیر منفی رساند. از این رو توصیه داده می شود که بعد از استعمال دهان خود را بشویید. اینها بودند چند معلومات وابسته به میوه سیب. بخش های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد. یک و یکی شما بخیر و شادی باد بینندگان گرامی. انسان همیشه کوشش میکند تا درباره شخصیت های بزرگ تاریخ معلومات داشته باشد. ما نیز امروز میخواهیم شما را با سرگذشت نابغه ناتکرار گالیلئو گالیلئی آشنا سازیم. گالیلئو گالیلئی 15 فوریه سال 1564 در منطقه تاسکانا در شهر پیزا تولد شده است. او از اوایل اشراف زادگان بود، اما از حد زیاد ثروتمند نبود و آنها توسط تجارت خود را تامین می‌کردند. گالیلئو از همه برادرانش کلانتر بود. پدر و مادر او ماتماتیک و نوازنده بودند. با سبب وضع نامساعد اقتصادی که اوایل از سر گذراند، پدر گالیلئو وینچنسو مجبور بود خود را به تجارت بخشد، زیرا چیزی که واقعا زندگی او را پورا میکرد موسیقی بود. در اصل او آهنگساز بود و نظریه موسیقی را میاموخت. اثرهای نوشته او در جامعه آن زمان اعتباری معین داشتند. معلومات ابتدایی را گالیلئو در خانه خودش گرفته است. پدر و مادر او تا سن 10 سالگی گالیلئو را در خانه تعلیم دادند. در سال 1574 والدین گالیلئو به فلورنسیا کوچیدند. بعد از انجام تحصیل گالیلئو سال 1589 به کار آموزگاری آغاز کرد. سپس در سال 1592 گالیلئو به شهر پادوا سفر کرد و پروفسوری استرونومیا، مکانیکا و گیومتری دانشگاه پادوا بود که یکی از قدیمترین خانه های تحصیل در جهان است. وی 18 سال تا سال 1610 در آنجا معلم بود. مخصوصا گالیلئو درس های معماری حربی، ماتماتیکا، مکانیکای عملی و استرونومی را تعلیم داد. یک چند کشفیاتی که گالیلئو بین سالهای 1604 و 1609 انجام داده است برایش خیلی نقش ارزنده داشتند. در سال 1606 گالیلئو ترموسکوپ را ساخت که یک واسطه اینوواسیونی بود که قادر بود به طور ابیکتیوی چین کند که چی قدر گرمی و سردی در فضا وجود دارد. او اینچونی خود را با آموزی کنفرماسی مگنیت ها بخشید. سال 1609 یکی از اختراعات برجسته گالیلئو به عمل آمد. این عالم فهمید که هانس لیپرش یک استحصال کننده لینزها زاده هلند اسباب ساخته است که توسط آن ستاره های به چشم انسان نوعیان را فرق کردن امکان پذیر است. دیر نگذشته گالیلئو با ساختن تلسکوپ خود آغاز کرد و موفق هم شد که تقریبا 6 مراتبه بزرگی دارد، که این نسبت به تلسکوپی که لیپرشه پیشنهاد کرده بود 3 مراتبه زیادتر است. اینچنین به شرافت استفاده لینزهای گوناگون تصویر تحریف نشد و راست به نظر می رسید. گالیلئو تکمیل اختراعات خود را ادامه داد و تلسکوپی دیگر ساخت
که توانست تصویر را تقریبا 9 مراتبه وسیع تر کند. پس از اتمام رسیدن این نسخه وی آن را به سنت ونیتسیا پیشنهاد کرد و در آنجا نمایش برپا کرد و همه را حیران کرد. پس از به اتمام رسیدن این نسخه وی آن را به سنت ونیتسیا پیشنهاد نمود و در آنجا نمایش برپا شد و همه را حیران کرد. سال 1610 برای گالیلئو نیز پرثمر بود، زیرا با تلسکوپ های دائمی تکمیل یافتهش مشاهده های استرانومی میکرد. با تلسکوپ نو گالیلئو گالیلی اولین شده 4 ماهواره کلانترین یوپیتر، کراترهای روی ماه، اینچنین داغ‌ها و فضاهای زهره را مشاهده کرد. تلسکوپ اینچنین نشان داد که در کائنات باز بسیار ستاره‌های دیگر موجودند که در چشم انسان دیده نمی‌شدند. گالیلئو گالیلی توسط نظارت نقطه‌های آفتاب خلاصه برآورد که زمین می‌تواند در محور خود چرخ زند. کشف فضاهای زهره اولین دلیل دستگیری نظریه کوپرنیک بود که سیاره‌ها در اطراف آفتاب دور میزنند. گالیلی پیشگزاری قانون حرکت نیوتن بود و با خلاصه آمد که همه جسم ها نوابسته از اندازه و مسه خود سرعت میگیرند و مفهوم حرکت را از روی سرعت توسط استفاده هواپیماهای مائل تهیه نمود. غیر از این او ایده قوا را همچون سبب حرکت انکشاف داد و معین کرد که حالت طبیعی جسم استراحت یا حرکت یگانه است و این بعد چنین تصور کرد که جسم ها با تغییر یابی حرکت مقاومت میکنند که اینورسیان نامیده می شود. گالیلئو گالیلی اصول نوی تحقیقات را توسط اصول علمی جاری کرد و این اصول را در کشفیات مهمترین خود استفاده برد و امروز برای هر یک تجربه علمی ایواز نشونده حساب می شود. پیش از زمان گالیلئو علمان فکر می کردند که قوا سرعت را با وجود می آورد، چون که ارسطو گفت گالیلئو نشان داد که قوا شتاب را با وجود می آورد. گالیلی با خلاصه آمد که جسم ها با شتاب دائمی به سطح زمین می افتند و قوای وزنینی قوای دائمی است. گالیلی قطب‌نمایی مخصوص گیومتری و حربی را در بین سالهای 1595 و 1598 تکمیل داد. نظامیان آن را برای چین کردن بلندی برل استفاده کردند، در حالی که تاجران آن را برای حساب کردن قربی اسرار استفاده می بردند. 8 ینوری سال 1642 گالیلئو گالیلی در سن 77 سالگی درگذشت. خب بینندگان عزیز، این بود چند معلومات دایر به سرگذشت متفکر برجسته فیزیک گالیلئو گالیلی. خب بخش های دیگر برنامه صبحگاهی صفای سر ادامه دارند. رسامان زیبایی دوستند، رسامان زیبایی آفرند و تنها رسامان قادرند که بالای اوراق خرد و سفید جهان جهان زیبایی را جای بدهند. و باید ذکر کرد که انتخاب و آمیزش رنگ ها تنها خاص به رسامان است. بله بینندگان عزیز، علاقه از گفته های سما برمی آید که بخش معجزه رنگ ها است و پیش از این بخش را تماشا کردن من می خواستم که وابسته به خصوصیت های رنگ سبز که قریب در تمام منظره ها و رسم هایی که رسامان بزرگ جهانی تصویر می کند و نظر می رسد معلومات داده باشم. مثلا رنگ سبز چنانه که روانشناسان می گویند انسان را آرام می نماید. هنگامی که محیط انسان سبز باشد خود را در آرامی احساس می کند. به سبب نیست که هنگامی سبز شدن رنگ چراغه که رهنما انسان ها از راه می گذرند، چون که احساس بخطری می کنند. و البته بینندگان عزیز، این واقعا هم درست است و در برابر دیگر خصوصیت هایش اینچنین رنگی سبز نشانه از آبادی و سرسبزی و خرمی طبیعت هر یک کشور و مملکت به حساب می رود. بیننده عزیز، عین زمان بخش معجزه رنگ هاست، منظوری ما و شما تماشا میکنید.
بینندگان عزیز، طول چند لحظه که برنامه صبحگاهی صفای سحر بود مهمان خاندان و کاشانه شما. با گذشت روزها فصل زمستان را نیز پس سر نمودیم. علکه به کشور بهشت‌آسای ما فصل بهار می آید. فصلی که در آن تاجیکستان عزیز از سر نو می شکوفد، از سر نو زنده می شود و فصلی است که در آن تمام موجودات زنده تاجیکستان از سر نو خود را به عالم هستی می بخشد. خوب بینندگان عزیز، با امید زنده شوی و سرسبزی و خرمی طبیعت زیبای تاجیکستان و پیشواز یک بهار نازنین، اینجا با شما خیر خوش میکنیم. تا صبح دیگر. خیر.